تعدادی از کشورهای جهان استفاده از ماسک برای مقابله با شیوع ویروس کرونا را اجباری کردند. مقامات بروکسل اعلام کردند استفاده از ماسک از روز چهارشنبه برای افراد بالای 12 سال در اماکن عمومی و همچنین در اماکن خصوصی دارای ارتباط با اماکن عمومی اجباری خواهد بود. تعدادی از شهرهای بزرگ فرانسه نیز استفاده از ماسک را اجباری کردند. رهبر اپوزیسیون زلاند نو از نخست وزیر این کشور خواست تا انتخابات پارلمانی را به دلیل شناسایی موارد جدیدی از ابتلا به ویروس کرونا به تعویق بیاندازد. مقامات زلاند نو روز سه‌شنبه برای اولین بار بعد از 102 روز شناسایی 4 مورد جدید از ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده را اعلام کردند. نخست وزیر زلاند نو گفت درخواست اپوزیسیون برای به تعویق انداختن انتخابات را مورد بررسی قرار خواهد داد. وزارت بهداشت آلبانی اعلام کرد روز سه‌شنبه طی 24 ساعت 140 مورد جدید از ابتلا به ویروس کرونا شامل 72 نفر در تیرانا شناسایی شده و 5 نفر جان باختند. آمار مبتلایان 6676 نفر و جان باختگان 205 نفر است. پروفسور کلمنت چریمی 47 ساله استاد دانشگاه پلی‌تکنیک تیرانا از دوستان کمک‌کار مقاومت ایران به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان مادر ترزا جان باخت. این استاد شریف و آزاده پلی‌تکنیک در زلزله 26 نوامبر آلبانی بینایی یک چشم و خانه‌اش را از دست داده بود و به دلیل کرونا از چند روز قبل زیر دستگاه تنفس مصنوعی قرار داشت. از سوی دیگر دولت مونتنگرو همسایه شمالی آلبانی ممنوعیت ورود اتباع آلبانی را به این کشور اعلام کرد، مگر اینکه جواب منفی آزمایش کرونا طی 72 ساعت قبل از ورود را در دست داشته باشند. آلبانی در میان کشورهای بالکان به طور نسبی شاهد یکی از بالاترین آمارهای ابتلا و جانباختگان از شروع پاندمی بوده است.